یک سوژه جدیدی رو فرمودید که آغاز کنیم. یعنی در واقع به ما فرمودن دوستان با ایمیل‌های فراوان به من و شما این رو به ما در واقع تحمیل نکردن، پیشنهاد کردن تقریبا. بله، برای اینکه تا پیش از انقلاب اسلامی و پیدایش رژیم جمهوری اسلامی درک ما از آخوند، حجج اسلام، آیت الله، آیات اعظم، اینا درک بسیار بسیار کوتاهی بود و حتی بعضی احترام هم میذاشتن به آخوند محله. بله. و آخوند بیشتر در مراسم عقد و عزاداری یا یه شب رفتن به مسجد شب احیا قرآن به سر میگرفتن. من همین که میگید، ببینید من خیلی خردسال بودم. مادر بزرگ من قمر خانم، مادر پدرم که با ما زندگی میکرد، خیلی پایبند مسائل مذهبی بود و یه آخوندی رو نمیدونم کدوم روز بود، یکی روز در هر دو سه هفته یک بار می آوردن و خانوم ها جمع می شدن و ایشون در اون قسمتی که دفتر پدرم بود که جلوی خونه ما بود برای اینها صحبت می کرد و آدم بسیار میدونید اصلا معلوم بود مثل این آدم هایی که مثلا چند ماه حمام نگرفتن، نمیدونم سواد معلوم بود زیادی نداشت، چهره بسیار دردناک و رنج دیده‌ای داشت و پدرم میگفت به مادرش میگفت که شما اینو بیارید ولی یه روزی بیارید من نباشم چون یه فحشی بهش خواهم داد، چون از این آخونده خیلی پدرم بدش میامد. من پدرم میگفت ما یکی از جنبه‌های بسیار با افتخار خانوادگی ما این بود که در تمام این سیاهه شجره خانواده ما در 300 سال گذشته یک رد پای آخوند ما نداریم، اصلا هیچ از این آدم ها نداشتیم. و این آقا رو ما این که میگید من و برادر کوچکترم اذیت میکردیم، مثلا به جای نبات جوهر لیمو میذاشتیم توی اون قندون و ایشون وسط صحبت ها میخورد و خلاصه خیلی و یه حالتی بود که یه احترامکی برای این آدم هایی که اینا بیشتر روزخون بودن. و خب بعدها خیلی خیلی پس از اون آشنایی من شاید در سالهای پیش از آمدن به خارج برای درس خواندن و سپس پس از همون دوره انقلاب من آقای زنجانی رو یک بار دیده بودم و همچنین آقای سید محمود طالقانی رو که خب اینا سیاسی بودن، آدم های سیاسی بودن اینا، هواداران مصدق و نهضت، خصوص زنجانی. زنجانی خیلی شنیده آدم بله. انسان شریفی بوده بسیار. و این است که درست میگی و آشنایی ما ایرانیان تا پیش از انقلاب 57 با آخوند از این راه بود و من نیک به یاد دارم جناب مهری در همون آغاز جنب و جوش های سیاسی در ایران که من در تهران بودم و سخن از آقای بهشتی بود و یه آدم گمنامی به نام آقای علی اکبر رفسنجانی اسمش می آمد، اصلا مردم نمیدونستن اینها کی هستن و کسی جدی نمیگرفت که ممکنه آخوند بیاد سر کار. و درست همون هفته های نخست انقلاب آدم ها میگفتن آقا دولت آخوند مانند نعلینه، هوش نداره، زود از میان خواهد رفت. و خیلی ها خوشبین بودن، آقا کشوری که ما کشور گل بلبل بوده، ما جشن هنر داشتیم، ما انقلاب مشروطه داشتیم، آخه مگه ممکنه آخوند بیاد سر کار؟ و این است که باز میگردیم به این که ما تا چه اندازه ناشنا بودیم با مسئله آخوند. و در همون گیرودار انقلاب 57 بود جناب مهری که من بین اندیشه افتادم. خیلی هم جوان بودم، جوانتر از الان، البته الان جوان هستم ولی خیلی جوانتر، که چرا هیچ کس کاری درباره این نقش این نهاد روحانیت در ایران نکرده. و اینی که در اون گیرودار در رو به خودم بستم و نشستم و کاری رو کردم که در میانه سال 58 زیرزمینی در تهران منتشر شد با نام مستعار میم الف امید،
و این یا مراد نمیدونم چون هر دو اسم ما استفاده کردم و این بله میم الف امید این کتابی بود که من در اون هنگام نوشتم نزدیک به 300 صفحه بود به نام میراثی از قرون وسطا. البته اینک که به اون کتاب نگاه کنم و میاندیشم خب خیلی سبک بود این کتاب، یعنی خیلی کارهای زیادی درش نهفته بود ولی خب ضعیف بود این کار و خب 40 سال پیش از این کار، نزدیک به 40 سال پیش، ولی تنها کتابی بود که در اون هنگام در نقد به این ساختار قرون وسطایی بیرون آمد و هشداری بود به جامعه ایران که این نهاد اگر به قدرت برسه دمار از روزگار جامعه در خواهد آورد. و البته کسی اون زمان باور نمی کرد و سپهر جامعه ایران سپهر سیاسی ضد امپریالیستی و پشتیبانی از مستضعفان و زحمتکشان و کارگران و چیزهایی از این دست بود. و امروز که بر می گردیم و نگاه می کنیم ببینیم که جامعه شهری ایران، جامعه مدنی ایران از ملی مصدقی گرفته تا چپ ایران گرفته تا طرفداران پادشاهی گرفته تا آدم هایی که در واقع فرهیختگان روز گرداننده جامعه ایران به شمار می آمدند آخوند رو به راستی نمی شناختند. و من تنها چیزی خوب به یاد دارم موقعی است که در همون دوران آقای صحابی آمده بودن منزل پدرم درست در همون بهار به اصطلاح معروف به آزادی که ایشان رو ببرن به نزد آقای خمینی که آقای خمینی رو قانع کنن که برای تصویب این قانون اساسی که آقای حبیبی نوشته بود که خیلی بهتر از این دفتر شرعیاتی بود که بعدها درست کردن، آقای خمینی یک مجلس مؤسسان به راه بیاندازه. و یادم نمیره که پدرم برگشت به اینها گفت آقا من آخوند رو میشناسم، من خمینی رو میشناسم، همین رو تصویب کنید و تمام کنید بره. و اینها زیر بار نرفتن، آقای صحابی میگه ما تعهد دادیم به آقای خمینی و رفتند و به اصطلاح مجلس مؤسسان یا خبرگان رو درست کردن و از توی این مجلس چی در آمد؟ قانون اساسی ولایت فقیه. بنابراین درست میفرمایید ما ایرونی ها در اون زمان آشناییمون با آخوند محدود بود. کسانی که آخوند رو شناخته بودند شماری آدم های برجسته تاریخ ایران همون دوره مدرن سازی مدرنیته ایران بودند، آدم های مانند امیرکبیر در واقع خیلی خوب آخوندها رو شناخته بود و در افتاد با آخوندهای تبریز، اون ماجرای معروفی که اون خر رو در واقع جلی برش گذاشته بودن قبان خری که نظر کرده است، آخوندهای اصلی تبریز رو از تبریز بیرون کرد، یا میرزا خان کرمانی که اصلا آخوند رو دشمن مدرنیته میشناخت، یا از همه اینها برجسته تر آخوندزاده که در نقد به دیدگاه هایی که زنده یاد مستشار دوله تبریزی داشت میگفت آقا به این رهبران دین نباید اعتماد بکنید، اینها پدر سوخته و روزگار برانداز هستند. برخی از این عبارات رو البته من یه مقداری برگردان از حرفایشان خیلی تونتر از این حرف هاست آوردم و خب نمونه خیلی برجسته اون نفوذی بود که در همون دوران ملا علی کنی در تهران پیدا کرده بود، تا جایی که وقتی که سپهسالار ناصرالدین شاه رو برد به اروپا و از سفر اروپا بازگرداند چون شنیده بود که در این سفر ناصرالدین شاه یه مقدار سوداهای فرنگسازی ایران رو داشته و به یهودیان یک رشته امتیازها داده، امتیاز گشایش مدرسه آلیانس رو داده، تلگراف زد که اگر این سپهسالار رو با خودت به تهران بیاری ما تاج از سر تو برخواهیم داشت. و ناصرالدین شاه اونقدر ترسیده بود که سپهسالار رو در رشت نهاد و او رو والی اون منطقه کرد و از نخست وزیری کنار نهاد، از صدر اعظمی اون موقع نخست وزیر نبود. و این خب راستی این است که ما آشنایی چندانی با این پدیده نداشتیم، یعنی جامعه ما منظورم است، حالا اینجا اونجا آدم هایی میشناختن. میبخشید این توضیح من یه مقدار دراستر از اون پیش درآمدی بود که شما در نظر داشتید. آقای امینی میدان رو برای شما رها میکنم. آقای امینی شما هرگز فکر میکردین که
رهبر در ایران، رهبرتون در ایران عمامه به سر باشه، هیچ فکر میکردید که رئیس جمهور یا نخست وزیر یا به حال مسئولان کشور یا کسانی که نظارت استصوابی رو اجرا میکنند و میگن این شخص برای نمایندگی خوبه، اون یکی خوب نیست، اینها عمامه به سر باشن، آخوند باشن؟ جناب مهری، ببینید، نه تنها من و شما فکر نمی کردیم، خود آقای خمینی هم فکر نمی کرد. ببینید، یک لحظه درنگ کنید و بیاندیشید. هنگامی که شاه به ناچار زنده یاد بختیار رو از خانواده هواداران مصدق به عنوان نخست وزیر رفورم برگزید، باری که ای کاش دو سال زودتر کرده بود و این بلا سر ما نمی آمد، حالا اون جای دیگری دارد این گفتگو، آقای خمینی در پاریس بهشتی رو جایگزین نکرد، آقای نجفی رو جایگزین نکرد، عرض کنم که لاهوتی رو جایگزین نکرد، آمد چه کرد؟ آمد یه آدمی مثل بازرگان رو که از همون خانواده هوادار مصدق، منتها با دیدگاه مذهبی بود، آخوند بدون عمامه بود، او رو در واقع رقیب بختیار کرد. یعنی بختیار رئیس دولت موقت شاه شد و بازرگان رئیس دولت موقت خمینی. خمینی، البته بختیار اسمش رئیس دولت موقت نبود، این رو عنوان موقت، برای اینکه فکر میکنم شاه هم شاید در این اندیشه بود که ایشون رو میگذاره در این کار و کارها سر و سامان پیدا میکنه، بر میگرده یکی از همون جنس آدمهایی که قبلا نخست وزیر بودن از اونها میاره، نه از جنس بختیار. و حتی هنگامی که برای ریاست جمهوری در ایران فعالیت میکردند و نخست وزیری، آقای خمینی از آقای بنی صدر پشتیبانی کرد که بر روی یک آدمی بود که اگرچه پدر ایشان معمم بوده و روحانی بوده در همدان، ولی خود ایشان خب درس خوانده فرانسه بودند و رخت مدرن تنشون بود. یا آقای رجایی حتی در آغاز کار رفته رفته بود که خود اینها فهمیدن که نه، آخون میتواند به سپهر سیاست آشکار در آید. و این کار با دوران رئیس جمهوری آقای خامنه‌ای آغاز شد و البته در پشت پرده هم همه کادرهای اصلی گرداننده حکومت و کار قضایی آخوندها بودند. من نه، فکر نمی کردم و تصور این که اینها بتوانند بمانند تا این روزگار خیلی دشوار بود برای همه، ولی شاید من بیشتر از دیگران این بیم هراس رو داشتم، چون تا حدودی خوانده بودم در مورد تاریخ و نقش اینها در درازای تاریخ و کاری که توانسته بودن انجام بدن و شگردهایی که به کار می بردن. و ما هفته گذشته با هم گفتگو داشتیم در مورد آقای ترامپ. آقای ترامپ یکی از تواناترین آدم ها در کارهای تبلیغاتی بود قبل از اینکه رئیس جمهور بشود، و این آخوندها در این زمینه، آقای ترامپ باید پیش اینا درس بخونه. اینها این شگردهای تبلیغاتی و کارهایی که میکنن، شما نگاه کنید چگونه مردم رو، ببینید چند هزار و اندی سال، 1200 سال تقریبا از کشته شدن امام حسینی که ما نمیدانیم چگونه این موضوع انجام شد میگذره، اینها هنوز اشک از مسلمین در میارن. یعنی هنوز شیعان بعد از 1000 اندی سال میرن مسجد، ماجرا رو دوباره میشنون و دوباره گریه میکنن. به حال دوباره نه، صد باره، هزار باره. بعد از 1000 سال هنوز ماجرایی که هفته پیش شنیدن، داستان رقیه و زهرا و غیره که بارها شنیدن، دوباره تکرار، این لنگ کفش علی اکبر دوباره تکرار میشه، زار زار مردم به حال علی اصغر و علی اکبر گریه میکنن که این کودک خردسال در صحرای کربلا از تشنگی تلف شد یا تیر به او خورد. و این واقعا یه شگردی است. من فکر نمی کنم من و شما و آدم های مانند ما اصلا توانایی این کار داشته باشیم. آقای امینی، در ماه های گذشته ایمیل های زیادی
هم شما و هم بنده دریافت کردیم که به حال همیهنانی که اینا رو فرستاده بودن علاقمند بودن که آقای امینی تاریخ پیدایش روحانیت شیعی رو تشریح بفرمان. بسیار بسیار جالب و پدیدار شدن مجتهدا، حوزه های علمیه و غیره رو. بله به حال به همین مناسبت بودش که هر دو به این نتیجه رسیدیم که برنامه بگذاریم. فکر کنم برنامه ها بشه گذاشت، فکر کنم چند ماه با هم صحبت باید کرد. به درازای حکومت اسلامی شاید باید بتونیم با هم گفتگو کنیم. امیدوارم اینگونه نباشه، ولی شاید هم این سخنان ما باعث بشه این حکومت عمرش کوتاه بشه. ولی به هر روز ولی کاملا درست بود. همین تا اونجایی که من آگاهی دارم در دوران مدرن ایران نخستین پایگاه مجتهدان در ایران قم بوده. بله. که شیخ عبدالکریم حائری یزدی اون رو به حال ایجاد کرده در سال 1300 خورشیدی. بله بله. این نخستین حوزه علمیه شیعی در ایران بوده. در نجف هم که قبلا وجود داشته همه اینها حوزه های علمیه بودن، علم تدریس میکردن. ببینید این یه واژه‌ای است که شما خب بهتر از من میدونید که در فرهنگ ایران و در نوشتارهای کهن به کار رفته. علما به اینها میگفتن، عالمان. این اینجا عالم در اینجا یعنی آگاه به جهان. عالم در اینجا به معنای دانشمند نیست و خب شما خب آگاه است اینها عالمان هستند. عالمان به دانش الهیات، به دانش خداوندی و میدانند که ما چرا هستیم در این زمین و اینها به نام علما معروف شدند. و خب علم هم راستین است که بیشتر کسانی هم که درس علمی علوم تجربی میخواندند، چون میدونید که علوم غیر تجربی در ساختارهای دینی اصلا محدود بود، یعنی کار فلسفه و چیزهای از این دست، علوم انسانی جایی نداشت. ولی در زمینه علوم تجربی کار برحال علومی که به مثلا ریاضیات و نجوم و پزشکی و چیزهای از این دست مربوط میشد، اینها هم باید میرفتن در چارچوب همین دنیای اسلامی درس میآموختند. و آدمی مانند ابن سینا خب هم بر فقه اسلامی چیره شده بود و هم در دیگر رشته های علوم واقعا دانش ها چیره بود. این است که وقتی به اینها میگن حوزه علمیه یعنی حوزه علم دینی. این در غرب هم وجود داره، یعنی در غرب هم ما جزویت اسکول داریم یا در خود دانشگاه های غربی رشته های دینشناسی وجود داره. در ایران هم پس از پیدایش دانشگاه تهران ما رشته اسلامشناسی داشتیم و کارهایی در این زمین ها هم انجام می شد. ولی روی هم رفته، اگر کسی می خواست در ایران دین رو بشناسه و سری در میان سرها داشته باشه به عنوان آدمی که رفته و آگاهی آموخته در مورد پدیده های مذهبی، باید سری به حوزه می زد و اینها به نام حوزه معروف شد. درست می‌فرمایید کاملا. نخستین حوزه علمیه دوران مدرن ایران رو شیخ عبدالکریم حائری از دیگه هر دو فرزندش از نزدیکان آقای خمینی بودند. یکی از فرزندانش اصلا بستگی خیشاوندی با آقای خمینی پیدا کرد، هم کلاس با هم بودند. و یکی دیگر از اونها آقا مهدی حائری که در کانادا درس میداد و بسیار انسان برجسته و فرهیخته‌ای بود، یکی از نخستین مجتهدانی بود که کتاب در نقد به ولایت فقیه نوشت، حکمت و حکومت در اسلام، کار بسیار بسیار ارزنده است. و همچنین یک گفتگوی درازی با آقای لاجوردی در مجموعه شفاهی کتابخانه در مجموعه شفاهی دانشگاه هاروارد داره که این به چاپ رسیده. آقای عبدالحاج عبدالکریم حائری یزدی از نجف به ایران آمده بود و همراهان کسانی بود که از نجف به ایران آمده بودند در دورانی که دولت تازه عراق به وجود آمده بود. البته ایشان اندکی پیش از اونها به ایران رسیده بود، مانند آستابالحسن اصفهانی یا آقای ناینی که اینها تبعید شده بودند. آقای حائری
اتفاقا از شمار کسانی بود که در جریان جنب و جوش ضد انگلیسی در عراق، هنگامی که دولت عراق رو بعد پس از جنگ جهانی اول، پس از اون خطکشی هایی که کرده بودند در تقسیم دولت عثمانی، دولت بریتانیا سرپرستی اون رو در دست گرفته بود و یکی از دو برادر کلیددار کعبه رو آورده بود و پادشاه عراق کرده بود، ایشان درگیر نشدن و آمدن به ایران و آدمی بودن که بسیار پرهیز از سیاست داشتن و حوزه علمی قم رو در سال 1300، این همزمانی خیلی جالب است، درست در سالی که آغاز فراز اون زمان رضاخان، سپس رضاشاه به فرمان روایی و نخست سردار سپهی و سپس نخست وزیری و سرانجام پادشاهی در ایران است، در همون سال 1300 ایشون حوزه علمی قم رو بنا نهادن. البته حوزه های کوچکی هم اینجا و اونجا در قبلا بوده نه؟ نخستین حوزه درسی دینی رو در تاریخ ایران در کاشان در دوران شاه تحماسب صفوی، علامه محقق کرکی که از نخستین آخوندهای برجسته و نامدار شیعی بود که به دعوت شاه اسماعیل از لبنان آمده بود، از کرک، بله از کرک، یعنی از جبل عامر، از کرک آمده بود. من این روستای کرک رو رفتم و دیدم، یک روستایی است در منطقه جبل عامر و این از اونجا در واقع اونها پایگاه شیعی بود، از اونجا در واقع، البته گویا در اون هنگام در هله در نزدیکی بغداد زندگی میکرد ولی با پیشینه پرورش در کرک به ایران آمده بود و شاه اسماعیل رو دعوت کرد ولی قزلباشان رو از ایران بیرون کردن عملا. بعد شاه طهماسب رو دعوت کرد و شاه طهماسب به او فرمان یعنی دستورنامه ای داد. خیلی جالب است این فرمان. ببخشید قزلباشا رو بیرون کردن؟ نه خیلی، قزلباشا اینو بیرون کردن. اینقدر در زمان شاه اسماعیل قدرت داشتن که این آمده بود دخالت کنه، این رو رد کردن از ایران و دوباره در زمان شاه طهماسب که خیلی از پدرش بیشتر دیندار بود به ایران بازگشت. و جالب اینجاست که شاه طهماسب، البته ما اینها رو پیش درآمد میگیم و در برنامه های آینده هر کدوم از این بخش ها رو باز خواهیم کرد، شاه طهماسب به این محقق کرکی یک دستورنامه ای داد و گفت ایشان جانشین امام زمان هستند و امر ایشان بر همه کس واجب است از جمله خود من. گفت من شاه طهماسب صفوی فرمان بردار از ایشان هستم و ایشان فرمان بردار، یعنی من فرمان ایشان رو فرمان بردار ایشان هستم، من ایشان رو به عنوان سرور خودم میپذیرم و فرمان ایشان رو میپذیرم. و این خب خیلی شگفت آور بود، تا اون هنگام ما چنین شخصیتی در ایران نداشتیم. ما پیش از اون یکی از آخوندهای برجسته هله به ایران آمده بود برای میانجیگری در موضوع طلاق همسر خدابنده اولجایتو، یکی از آخرین پادشاهان ایلخانی، و این روی هم رفته شیعگری در ایران پایگاهی نداشت و این شاه طهماسب صفوی پور کلانی در اختیار ایشان قرار داد، یعنی همین محقق علامه کرکی، و اون نخستین حوزه درسی رسمی شیعی رو در ایران در کاشان بنا نهاد. و چرا کاشان؟ کاشان و نایین از پایگاه های کهن شیعی در ایران بودن، قم نبوده، این قم خیلی دیرتر پایگاه شیعی شد. حتی شما هنگامی که به سفرها و جمع به همین دلیلی که به کاشان از قدیم میگفتن دارالمؤمنین، بله بله کاملا برمیگرده به یک داستانهایی که درست کرده بودن که در مورد نایین و نتنز و کاشان، ماجرای اون آرامگاهی است که میگفتن ابو لولو در اونجا در کشنده عمر، که خب دروغ تاریخی است که این آدم در مسجدی در عراق امروز کشته شده و این جنازه در نزدیک کاشان دفن شده.
در شده. خب اینا رو ساخته بودن، ولی در شما در سفرنامه ها و گزارش های، نه سفرنامه ها، پوزش میخوام، در گزارش هایی که تاریخ نویسان در مورد جنگ های شاه اسماعیل کردن، عالم‌آرای اسماعیل، شاه اسماعیل و دیگران، وقتی میخوانید میبینید که در جنگ هایی که شاه اسماعیل انجام میدهد همه جا رو با ضرب شمشیر میگشاید، جز کاشان، نائین و شهرهای پیرامون اون که اینها از شاه اسماعیل استقبال میکنند و اینها شیعه بودند. اینجا تنها منطقه شیعه نشین بزرگ ایران یکی در اینجا بوده و دیگری در نزدیک مشهد امروز در نیشابور. دیگر بخش ایران بیشتر مردم اهل سنت بودند و حتی در شهر ری، و شهر ری بیشتر شیعه اسماعیلی بودند در گذشته، ولی قوم جز آنچه که نسبت میدهند به اینکه خواهر امام رضا در اونجا در گذشته رو دفن کردن و یا در چهل چراغ در شیراز که یکی دیگر از بستگان امام رضا در اونجا گویا در گذشته، اینها بیشتر بخشای ایران از جمله خود شیراز، اینها تا هنگام آمدن شاه اسماعیل اینها بزرگان این شهرها اهل سنت بودند. شاه طهماسبی دستور رو میدهد و در کاشان نخستین حوزه درس دینی گشوده میشود و سپس در شهرهای دیگر، ولی در قم هست که برای نخستین بار پس از دوره صفوی، چون در دوره صفوی ما حوزه های زیادی داشتیم ولی اصفهان در واقع بزرگترین حوزه درسی شیعی در ایران در دوران صفوی، اول نخست قزوین بوده ولی سپس به اصفهان میآید و اصفهان کانون آموزش شیعی به شمار می آمده. آقا امینی، من در کتاب های تاریخی از جمله در شیعیگری زنده یاد احمد کسروی که یک عالم حواشی شما برام گذاشتید خواندم که آغاز پدیدار شدن نیاکان آخوندهای امروزی به زمان آغاز غیبت کبرای امام زمان میرسه، یا امام غائب و گویا امام ناپیدا، امام ناپیدا به قول کسروی، و گویا به ادعای فقیهان شیعی همین امام ناپیدا پیش از آغاز غیبت کبرا یک دستورنامه یا یک توقیع صادر می کند که اون که متن عربیش این چنین است: بله، اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیثنا یا احادیثنا فانهم حجتی علیکم و نه حجت الله علیکم. بله. ترجمهش اینست که میگن به حال امام زمان میگوید اما در باره حوادث روز مراجعه کنید به راویان احادیث ما، روات احادیث ما، آنها برای شما حجت هستند، یعنی باید قبولشون کنید و من هم حجت خداوند هستم در نزد شما. بله بله. و پس از این که به حال این اتفاقات، این عبارت رو جناب مهری ارزی میدید، این رو کسروی این گونه برگردانده میان سخن شما: در رخدادها به آنان که گفته های ما را یاد گرفتند بازگردید، آنان حجت من به شمایند و من حجت خدا به آنان می باشم. همین آنچه برای بخود می بخشید. بفرمایید. خواهش می کنم. به حال کسروی چون مورد علاقه شماست باید احترام بهش گذاشت. نه به خاطر اینکه مورد علاقه منه، مرد بسیار بزرگی بوده. بله. جناب مهری، ببینید ما امروز داریم در مورد نقش آخوند صحبت میکنیم. این مرد 70 سال پیش این رو دریافته و گفته اینها دمار از روزگار مشروطه، مدرنیته و جامعه ایران در خواهند آورد و این هشدار رو داده و کسی گوش نکرده و این انسان جان خودش رو در راه این اندرز از دست داده، انسانی که قرآن رو
تمام خوانده بوده و حدیث میدانسته، عربی رو بیشتر از آخوندها آشنا بوده و این هشدار رو داده و کسی گوش فرا نداده به این موضوع. و این از که من احترامی که برای این مرد قائلم، جدا از این که یک پژوهشگر برجسته در تاریخ ایران است، این است که یک پیش‌داوری، یعنی پیشگویی به راستی حکیمانه در مورد تاریخ کرده و امروز در فردای جمهوری اسلامی یک تندیسی باید از این مرد ساخت و او رو برجسته کرد که جان خودش رو در راه این هشدار به جامعه ایران از دست داد. آقای امینی، این کتاب آقای عباس اقبال آشتیانی رو خوندین در مورد خانواده نوبخت؟ بله. ببینید، پیش از این که توضیح دربارش بدم، چون فرمودید این داستان امام ناپیدا به این ترتیب است، خیلی این داستان خیلی خیلی جالبی است. این موضوع 12 یک پدیده فرهنگی بسیار کهن در تاریخ بشر، مثل 7 مانند 7 چون نه، این 12 7 حالا یک موضوع ساختگی است، ولی 12 به این معنا که در یک سال گردش زمین به دور خورشید، ماه 12 بار به دور زمین میچرخه، بنابراین یه پیوندی در این راستاست. و این رو شما اگر نگاه کنید، میرید به داستانهای یهود، 12 در واقع خلیفه یا بزرگ یهود، این وارد مسیحیت هم می شود. چند نفر هستند یاران مورد اعتماد مسیح؟ 12 نفر. و این در قرآن آمده، در قرآن، در یکی از، حالا در هفته آینده به دقت خواهم گفت، در یکی از آیات قرآن میگوید که، یعنی این رو روشن مطرح کرده که ما هم به مانند بنی اسرائیل، یعنی اشاره میکند که بنی اسرائیل 12 رهبر داشتند، شاید ما هم اینگونه باشیم. و خیلی از بزرگان شیعی و اهل سنت هم به این پرداختند که پیامبر اسلامی رو به عنوان حدیث گفتن، آیات قرآنی رو به جای دیگری مطرح باید بکنن، ولی به عنوان حدیث گفتن که پیامبر اسلام هم گفته که شمار خلیفه های پس از من هم باید مانند خلیفه های بنی اسرائیل 12 نفر باشن. این رو شیعی ازش بهره گرفته. خب هنگامی که به امام 12 میرسن، یعنی به امام 11 میرسن، این در 12 باید پایان پیدا بکنه، چون این اگه تمام نشه 13 و 14 و 15 بشه، اون شماره 12 که دارای حرمتی بوده، تقدسی بوده، اون از بین میره. نوبختی یکی از 4 نایبان خاص هست، یعنی از نواب الخاصینه. اینها در واقع کسانی بودند که پس از اینکه امام عسکری درگذشت، امام 11 خب درگیری هایی به وجود آمد. این دوره رو خوشبختانه ما تاریخ داریم، یعنی دیگه دوران افسانه ای نیست که حتی خلیفه آدم فرستاد و خانه امام 11 رو گرفتند، مهرموم کردند و اختلافی به وجود آمد میان مادر امام 11 و برادر امام 11 جعفر، بعدم گفتن این جعفر کذاب، که این دارایی های امام به کی میرسه، چون گفته بودن این فرزند نداره. و حتی یکی از کنیزهای این امام 11، اینا زن داشتن و کنیزهای زیادی، یکی از این کنیزها رو که گفته بودن که آبستن هست، بردن در یه جای حبس کردن، 2 سال این آدم رو نگه داشتن و بعد فهمیدن که آبستن نیست، بنابراین فرزندی نداشته در اون هنگام. ولی آمدند و داستان درست کردن. اولین کسی که آمد و آدمی بود که بیشتر اهل بیزینس بود، ولی خب اینها یک شبکه‌ای بود که این خاندان نوبختی در واقع به راه انداخته بود، عثمان ابن سعید عمروی یا عمروی، هر دو آمده در تاریخ ها. او آمد و گفت که من شاهد بودم که امام یک فرزند 5 ساله یا 8 ساله داشته و این در یک سردابی در سامرا پنهان شده. این سرداب بعدها
در چاه جمکران، یعنی یک مثل راه زیرزمینی بین این سامرا و جمکران بوده. از اون راه زیرزمینی این امام آمده رفته جد جمکران. حالا اینا افسانه هاییست که ساختن. او آمد و شد نخستین نایب یا نخستین کسی که با این فرزند خردسال امام یازدهم روابط داره و خیلی ها این رو پذیرفتن. پس از اون هم فرزندش یعنی محمد ابن عثمان ابن سعید عمری یا عمروی این در او در واقع جانشین شد. حسین ابن روح نوبختی سومین نایب امام زمان و تواناترین بود. این خاندان نوبختی از دوران ساسانیان در سپهر فرهنگ و سیاست و دانش و اداره کشور ایران بسیار نقش داشتند و همین حسین ابن روح نوبختی معروفترین شخصیت این خاندان نبوده. سرشناسترین این آدم ها از جمله ابو سهل نوبختی است و همچنین ابو محمد نوبختی نویسنده کتاب تاریخ فرق شیعه و اینها در واقع آمدن نه اون کار شهرستانی که در مورد ملل و نهل هستش، ولی این کار فرق شیعه که کار ابو محمد نوبختی است. اینها یه خانواده بسیار با نفوذی بودند. عباس اقبال آشتیانی آمد و نشان داد با اسناد که این شبکه شیعگری رو و این شبکه حفظ امام زمان رو این خاندان نوبختی رو انداخته. یعنی ایرانیان آمدن با یک شگردی در مقابل دستگاه خلافت یک ساختاری به وجود آوردن که در کانون اون یک امامی است که یک زمانی دوباره پدیدار خواهد شد و یک شبکه مالی، شبکه حقوقی و شبکه سیاسی ایجاد کردن و این شخص حسین ابن روح نوبختی و خاندان نوبختی در کانون این کار بوده. این کتاب رو زنده یاد عباس اقبال آشتیانی در سال 1311 منتشر کرد. این شما خوندینه؟ بله، من حالا بیشتر از خوندن حالا خدمتتون میگم. این جلد کتاب در همون زمان انتشار هست، یعنی این نسخه‌ای که من در اختیار دارم نسخه همون ساله. این کتاب اینجا اونجا تجدید چاپ شده با تغییرات زیادی ولی نایاب هست، چون خب بر روی کار بسیار بسیار برجسته و پژوهشی بیمانندی به شمار می آید. شوربختو که احمد کسروی در هنگامی که شیعه‌گری رو نوشت هیچ اشاره‌ای به عباس اقبال نمی‌کنه، اگرچه از اون بهره گرفته. چرا؟ چون عباس اقبال آشتیانی با ملک الشعرای بهار دوستی نزدیک داشته و یکی از کارهایی که کسروی کشف کرده بوده در مورد تاریخ مازندران و رویان این رو معرفی کرده بوده به ملک الشعرای بهار، محمد تقی بهار، و محمد تقی بهار این کتاب رو به جایی که به کسروی بدهد داده به عباس اقبال آشتیانی و آشتیانی در سال 1318 این کار رو به چاپ رسانده و در نتیجه یک نوع رفتار به هر حال دشمنانه یا روی هم رفته نادوستانه میان اونها وجود داشته. این است که در کتاب خودش هیچ اشاره‌ای به کتاب خاندان نوبختی نمی‌کنه. خاندان نوبختی اگرچه با خامه بسیار بسیار سنگینی نوشته شده، کتابی است که در واقع شیعه‌گری احمد کسروی رو درش نهفته است و میگوید که همه اینها یک داستانی است که سرهم کردن و نشان میدهد بر پایه اسناد تاریخی که امام یازدهم فرزندی نداشته و این رو بعدها درست کردند و تمام این ماجرای امامت و تشیع و غیره و این آنچه که خواندی که خب لازم بوده که بسازن که بله، یعنی امام از غیبت صغرا رفته به غیبت کبرا و بنابراین شما اگر میخواهید که در رویدادها به کسی رجوع کنید به کسانی رجوع کنید که حجت من در زمین هستند و حجت خداوند در زمین هستند، یعنی این پایه پیدایش ساختار روحانیت شیعه. حالا نکته خدمتتون بگم خیلی جالب جناب مهری، دو دقیقه وقت داری. عجب، ما اصلا به هیچی نرسیدیم امروز. بله، این از شمار این توقیعات ساختگی که در به نام این امام ناپیدا بیرون دادن آخرینش از همه جالب تره. این توقیع رو البته خیلی سالهای پس از اون
منتشر کردن. آخرین نایب جانشین حسین ابن روح نوبختی کسی است به نام علی ابن محمد سمری یا سموری، هر دو آمده در تاریخ ها، ولی سمری به نظر میاد که درست‌تر باشه. توقیعی پیدا شده که در این توقیع که آخرین نامه این امام ناپیداست به این گفته که به این آقا که تو 6 روز دیگر خواهی مرد، برو کارهای خودت رو درست کن، آماده باش، ولی پس از این که تو مردی من وارد غیبت کبرا خواهم شد و تا فرمان خداوند دیگر ظاهر نخواهم شد. حالا هفته آینده من بیشتر به این خواهم پرداخت که چرا به این موضوع اشاره میکنند، چون چه مقدار از غیبت گذشته بوده. و این است که آقای این علی ابن محمد سمری دیگر جانشینی برای خودش تعیین نمیکنه. پس از اوست که در واقع این شبکه‌ای که نوبختی به راه انداخته بوده، شبکه پیدایش آخوند و فقیه و برحال بزرگترین، یعنی آدم های بزرگ علم کلام می شود. و البته علم کلام اندکی پیش از اون پیدا شده بوده، متکلمان، فقیهان و سپس محدثان و کسانی پیدا می شوند و اینها پیشینه پیدایش این شبکه آخوند و مجتهد و فقیه در دنیای شیعی هستند که هفته آینده به درازا به اون خواهم پرداخت. پوزش میخوام اگر در پاسخ به شما اندکی بیش از اندازه به درازا رفتم، چون بسیار خواهش میکنم آقای امینی، شیرین است برای من، همش لازم بود و واقعا هم شیرینه و در ضمن درس میده، واقعا درس میده به آدمای خوشباور. خیلی ممنونم آقای امینی، تا هفته آینده. شنوندگان گرامی، هم میهنان گرامی، بینندگان عزیز، از شما هم بسیار بسیار ممنونم و از کارگردان برنامه آقای امیر همچنین. شب و روزتون خوش.